خب بینندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم تا آخر این برنامه و برنامه‌های دیگه تلویزیون مردم را همراه باشید و به دیگران هم معرفی کنیم. امروز باز فرصتی پیش آمد تا با آقای محمد کرمی باشیم. ضمن سلام به ایشون، ازشون تشکر میکنم و دنباله بحثی رو که دو هفته پیش داشتیم در رابطه با چرا مجاهدین خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، بعد ماجرای این به اصطلاح بیماری ها و فوت اینها به چه صورته، یه مقداری در این مورد صحبت کنن و اگر بحثی هست، گفتگویی هست در رابطه با تحولات جدیدی که در دو هفته اخیر به اصطلاح پیش اومده، مخصوصا در رابطه با نامه‌ای که آقای ایرج مصداقی نوشتن، اگه مایل باشن صحبت کنن. با سلام به شما و این میکروفون در اختیار شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای صوری و شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم تیوی. در تو با موضوعی که دو هفته پیش بحثی داشتیم ادامه میدادیم، باز این هفته هم میخوام همین بحث رو ادامه بدم. اما همینه که اول صحبت شما گفتین که چرا در سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمانی که ادعا داره به اصطلاح خودشون انقلابی ترین، پیشرفت ترین، در نوک تکامل انقلاب هستن و در خیلی از این چیزهای ترینی که در دنیا هست و خودشون القاب میکنن، چرا خودکشی و خودسوزی هست؟ در یک جامعه عادی چرا یک فرد خودکشی یا خودسوزی میکنه؟ خودکشی خودسوزی کردن فرد آخرین سلاحیه که فرد وقتی که چیزی نداره، به خاطری که اعتراضش رو بتونه با اون سیستم، با اون ارگان اعلام بکنه، میاد خودکشی یا خودسوزی میکنه. اما چرا در درون سازمان مجاهدین که با این همه ادعایی که داره، به خاطر اینکه سازمان مجاهدین از سال 60 به بعد دیگه در واقع یک سازمان نبود، تبدیل به یک فرقه شده بود. چون من در تقریبا تاریخچه این خودکشی و خودسوزی و حزبهای فیزیکی دادان مجاهدین رو که از سال 53 اولین موردش بود که اون هفته دو هفته پیش توضیح دادم، از اون موقع در درون اینا بود که از سال 62-63 خیلی بیشتر شد، هر که جلو طرفیم بیشتر شد. خب چرا تو بچه ها تو سازمان مجاهدین خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، خودزنی میکنن، خودشونو میکشن؟ به خاطری که سازمان مجاهدین اینقدر فشار، اینقدر نشد، اینقدر اذیت میکنه این نفراتی که به نقطه صفر میرسه نفر، به خاطری که بتونه خودشو نجات بده، رها کنه، دست به این کار میزنه. این خیلی چیز ساده ای نیست که بخواد یک فرد تصمیم بگیره خودشو بکشه یا خودشو آتش بزنه. اما اینقدر شرایط سخت میشه، اینقدر شرایط وحشتناک میشه آقای سوردی، که فرد به اون راضی میشه و این چیزی که سازمان این هدف رو داره. و کسانی هم که دیگه خیلی سمج هستن و نمیخوان این کار رو بکنن، سازمان مجاهدین خودشان اینها رو حذف میکنن، خودشون میکشه اینها رو، که به سلام آن کنیم حذف فیزیکی، که من در ادامه بحثم حالا اینو توضیح میدم بر تو این مواردی که هستش. این یک مختصر مفید توضیح دارم که البته باید اینجا باید اضافه کنم که سازمان مجاهدین همیشه ادعا داشت که شهر ایلام در کشور ایران بالاترین آمار خودکشی و خودسوزیار داره. این مردم خاطر اعتراض، این به خود زنان به خاطر اعتراض به این جمهوری اسلامی داره اینا خودکشی میکنن، خودشون میسوزنن و اینا، و دارو فعال میکرد و اطلاعیه کذایی میداد که آره اینها به خاطر این اعتراض دارن این کارا رو میکنن. خب اینجا شخص مسئول رجوی مریم قجر از دارو باید بیان جواب بدن به چه دلیل در درون سازمان مجاهدین نفرات خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، چرا حذفشون میکنین؟ اگر در شهر ایران که بالاترین آمار رو گفته شما در توی ایران داشت، بخوایم درصد بزنیم در یک استانی که نزدیک 2 میلیون جمعیت داره و یک سازمان، یک فرقه که 4000 ماکسیموم عضو داشت، درصد بزنیم در فرقه رجوی سازمان مجاهدین که به مراتب 20 برابر بیشتر از شهر ایلامه، این آمار تقریبیه که خود سازمان اعلام میکرد. من با آمار کشته شده هایی که در درون سازمان بوده تقریبی که در آورم 20 برابر کشته های در هر شهر ایران که بخوام در آورم 20 برابر تو سازمان مجاهدین این اعتراضات وجود داشت که نفر خودکشی میکرد، خودزنی میکرد و حلق‌آویز میکرد خودشون.
این دلیل خیلی ساده شد. و اما برمیگردم نمیدونم نتونستم جواب سوال شما رو برم آقای صبحی یا نه، در این توضیح کنم. بله بله بزن. و اما برگردیم به اصل مطلب که من دو هفته پیش در تو با اولین خودکشی یا اولین حذف فیزیکی در درون سازمان مجاهدین داشتم صحبت میکردم که به خاطر این کشته شدن آقای رضا نصیری دیگه فراموش کردم در تو این موضوع اول توضیح بدم که الان در این رابطه توضیحشو میدم که بعد برمیگردیم به ادامه بحث. اولین قتلی که در درون سازمان مجاهدین در بغداد در کشور عراق در سال 1353 اتفاق افتاد در رابطه با مرتضی هودشتیان با نام مستعار حمید بود. این آقا یک دانشجوی بود که به لحاظ چیزهای الکترونیکی آشنایی داشتش، آدم خلاقی بود و رادیو رو برداشته بود، کرده بود تغییراتی در سیستم ترانزیستورش داده بود که شده بود به سیم بی سی میتونستن شروط کنن تمامی این بی سیم های پلیس و این چیزها رو. خب مرکز سازمان در سال 52 تصمیم میگیره که مرتضی را بفرستن بیاد بره در که اردوگاه های فلسطینی آموزش نظامی ببینن. خب از اونجایی که مرتضی یک فرد عادی بوده، عادی جامعه بوده، خب زیاد نفر تشکیلاتی نبودش، خب به همین خاطر خیلی چیزا به خاطر ضعف تشکیلاتی که داشت خب خیلی چیزا رو به صورت عادی برخورد باشون میکرد، برخورد روزانش خیلی بروز میداد. خب خیلی چیزایی که معیارهای تشکیلاتی رو در نظر نمیگرفت چون که زندگی تشکیلاتی نداشته، مثلا با چیز تشکیلات بیگانه بوده، کارهای گروهی انجام نداده بوده، اما در ارتباط سازمان قرار گرفته بودش. و ایشان در بغداد بهش آقای محسن فاضل شک میکنه. محسن فاضل با حسین روحانی که از آن از نفرات هیکار هستن صحبت میکنه، میگه که ما به مرتضی مشکوکیم، این باید احتمالاً نفر فرستاده ساواک، این نفر اصلی ساواکی که ما به این شک داریم خاطر این عمل کرداش یک روز فاطمه یک سری موارد رو چیز میکنن که با حسین روحانی در کتابی به اسم یادداشت‌هاش در صفحه 132 تو این رابطه توضیحاتی داده. بعدش آقای محسن فاضل با تهران تماس میگیره، در رابطه با این مثلا میخوان مشورت بکنن که باید چی کار بکنن که منتظر جواب تهران وای نمیسته و خودش با کمک محمد یقینی شروع میکنن به شکنجه کردن، این که بخوان ازش اعتراف بگیرن که در عرض 24 تا بر اثر شکنجه هایی که کرده بودم مرتضی هودشتیان در بغداد در پایگاه سازمان کشته میشه. که در این رابطه آقای تراب حقشناس در مصاحبه و مجله هفته که سال گذشته انجام داد اشاره کرده، آقای محسن نجات بخش در کتاب بر فراز خلیج فارس همینطور از در صفحه 132 به طور مفصل توضیح داده و سازمان هیچ کجا اینو برملا نکردن، کوچکترین چیز رو خودشون نکردن، در صورتی که چه آقای تراب حقشناس، چه آقای حسین روحانی، چه آقای محسن نجات بخش که هست از نفرات اولیه سازمان مجاهدین هستند در این رابطه اظهار تأسف کردن و معذرت خواهی چیزی کرده بودن، اما سازمان مجاهدین هیچ موقع که به اصطلاح طرف اصلی هم بوده این مسئله رو به روی خودش نیاوردش. و اما در رابطه با دوست عزیزمون مشتبه میرمیران، مشتبه میرمیران نفر دومی بود که به ترتیب من دارم نفراتون میگم حالا سالاشون فهم کنم. مشتبه میرمیران با اسم مستعار میمبارون، چون که آقای مشتبه میرمیران شاعر و نویسنده بود، شعراش با شعر کتابی که انتشار داده با اسم میمبارون هستش، در سازمان با اسم مستعار نظام فعالیت میکرد. پس از 10 سال فعالیت سیاسی که در تهران و در جنگ حل‌های شمال ایران در ترکیه و فرانسه داشت، آخر سر در عراق در پایگاه در علاقه که بود مدت 2 سال تو قسمت آرشیو نشریه مجاهد کار میکرد که یک هفته قبل از اینکه بخواد خودکشی کنه کماکان به عنوان که اصلی سازمان رادیو صدای مجاهد بود و یا تنظیم کننده بخشی از اخبار و گزارشات تلویزیون سیمای مقاومت مجاهدین بود. مصطفی میرمیران ساعت تقریبا روزهای اول آذر ماه 1365 خودکشی میکنه
در پایگاه بقایی در بغداد. که من این چیزی که دارم میخونم از خاطراتی هست که زنده یاد کمال رفعت صفایی به طور مفصل تقریبا در 16 صفحه این پروسه رو کاملا توضیح داره که من مختصری ازش انتخاب کردم، اینو میخونم بعد توی سایت آف بلاگ قرار میدیم و شنوندگان و بینندگان عزیزی که میخوان میتونن از توی سایت اینو کامل رو بخونن. زنده یاد کمال رفعت صفایی که بعدا خودش سال 67 از سازمان کشید کنار و جدا شد از سازمان، در کتاب در مقاله به نام خودکشی شاعر چنین می‌نویسه: دو سال بعد از انقلاب ایدئولوژیک اسفند 63 در ساعت 8 صبح اولین روزهای آذر ماه 1365 در پایگاه مجاهد شهید محمد بقایی مستقر در عراق ما را که اعضای صدای تبلیغاتی سازمان بودیم صدا زدند. رئیس صدا تبلیغات سازمان عضو دفتر سیاسی اون زمان محمد علی جاوزاده انصاری با نام مستعار قاسم که الان در پاریس مستقر هستش با صدای لرزان در پشت تریبون قرار گرفت، گفت چیز مهمی نیست، مسئولها و شما را صدا زدیم تا در جریان عمل احمقانه نظام یعنی زنده یاد مشتبه میرمیران قرار بگیره. نظام دیروز خودش رو در اتاقش حلقاویز کرد، چیز مهمی نیست، فقط یک کف رو دف روی دستمان گذاشت. یعنی کسی که 10 سال به طور مستمر برای سازمان کار میکرده اینقدر سازمان براش ارزش قائله که بارهای اینو داره اشاره میکنه، میگه در هر حال چیز مهمی نیست، اولین بار نیست که کسی در سازمان خودکشی کرده است. مدتی پیش هم همسر برادر ابراهیم زاکری در ترکیه خودکشی کرده، یعنی خودکشی کردن در درون فرقه رجوی یک چیز نرمال بوده. خب یک هفته قبلش هم در ترکیه همسر برادر ابراهیم زاکری خودکشی کرده که اونم باز اعضای سازمان بوده که کجا صداش در نیاورده بودن. خب میتونست به ما اطلاع بده که خب نیستش، شما میتونست به پاریس داره با چنین چیزی بیان میکنه. بعد تمام همه غمش این است که خب چطور این خبر رو به گوش مسئول برسانیم که در میان این همه مشکلات و مسائل ناراحت نشود، مگر او کم مسئله داره؟ آخر در میان این همه دشواری او اطلاع بده این نظام هم دست به این عمل کثیف زده؟ آخر مسئول تا کجا مشکلات رو تحمل کنه؟ آدم دلش آتیش میگیره. این قسمت رو داره از زبان همسر سابق مشتبه میرمیران میگه. به همین خاطر از برادر قاسم خواهش کردیم اول خبر را به مریم قجر از زالو داده شود، بعد اون خودش به مطبوب بدهد. بعد از قول از زبان خانم مشتبه میرمیران ادامه میده: دیروز دو نوبت کارگری او بوده، برای انجام کارگری نیامده. به من گفتن، رفتم دم اتاق، در اتاق از داخل قفل، شب قبل هم برای برداشتن داروهایم قصد رفت وارد شدن اتاق داشتم، دیدم در قفل هست، گفتم حتما نظام خوابیده، چند بار در زدم برگشتم پایین، تا اینکه دیروز بعد از دو در اتاق را شکستیم دیدیم خودش رو حلق‌آویز کرده. نظام مدتی بود اخلاقش عوض شده، او دیگر مجاهد نبود. آخرین برخوردش با من انقدر بد بود که به او گفتم تو دیگر مجاهد نیستی. دوباره همه قمشون همش اینه. قاسم میگه خب خبر خودکشی نظام رو هیچ که خارج از بخش خودشون مطلقا نباید بگه. به چه دلیل؟ اگه کار بدی بوده خب بذار همه بدونن، اگر نه چرا نمیخواد همه بدونن که یک نفر حلق‌آویز کرده خودشون. دوباره خود آقای جابرزاده انصاری میگه همونطور که گفتم درباره این ماجرای خودکشی نظام به هیچ کس چیزی نگید، حتی دیگر خودتان هم در بین خود در آن باره صحبت نکنید. حتی دو نفر با هم در یک اتاق کار میکنید تشکیلات هم موظف هست که در این باره صحبت نکنید. دستور تشکیلاتی میده که مطلق میکنه که کسی نباید این کار بکنه. جلسه اول تموم شد. مشتبه میرمیران پس از 10 سال فعالیت زیر در تهران، جنگل‌های شمال ایران، در ترکیه، فرانسه، عراق خودکشی کرد. چرا؟ خب زنده یاد کمال صفایی زیاد اینو تکرار میکنه، میگه چرا این خودکشی کرده؟ چرا جواب سازمان نمیده؟ و
بچه قسمت آخر بگه نشست به آخر رسید، منهای توضیح چرایی خودکشی که اصلا در دستور بحث نبود، اما آنچه از طرف مسعود رجوی در دستور قرار گرفته بود انجام شد. اعلام خبر خودکشی، زمان خودکشی، محل خودکشی مشتبه، متهم کردن مشتبه به عنوان یک آسیب، ناراحت شدن رهبر از شنیدن خبر خودکشی، دشنام گفتن به مشتبه از زبان همسر، تاکید بر پیوند ایدئولوژیکی همسر مشتبه با رهبر، تاکید بر ممنوعیت مطلق انتقال خبر خودکشی به سایرین اعضا. لازمه که همون روز محمد علی معصومی از اعضای شورای ملی موقت در همون پایگاه بوده که اصرار میکنن که مطلقا نباید معصومی خبر داشته باشه که چنین چیزی اتفاق افتاده. و زندگی کمال صفایی داره اشاره میکنه که معلوم بود که کاربرد شکافی کردن، پزشک عراقی برای تعیین علت مرگ جسد مشتبه رو کاربرد شکافی کردن روزهای پیش، اما مسعود رجوی برای تعیین بیماری ایدئولوژیک مشتبه میرمیران او را تحت نظر محمدعلی جابرزاده انصاری با نام مطارق آزم روانشکافی کرده بود. روانشکافی، اخلاق شکافی، از نخستین لایه ها از تا آخرین لایه نهایی شخصیت. چرا؟ این تحلیل مقدماتی یک تحلیل نهایی در پی داشت. رابطه مشتبه با عنوان عضو سازمان با مسعود رجوی به مثابه امام ایدئولوژیک سازمان مستحکم نبوده. بعد از اینکه میبرن دفن کفنش میکنن ادامه میده که فاز اول خودکشی مشتبه میرمیران تمام شد. به این دلیل میگویم فاز اول که 7 روز بعد مشخص شد این خودکشی، یک فاز دوم هم دارد. دوباره همه را صدا زدن جمع شدیم. محمد علی توحیدی با نام مستعار فرید عضو دفتر سیاسی مسئول بخش نشریه که از سران اصلی سازمان هستش شروع میکنه به مشتبه میرمیران 4 ساعت دشنام و فحش و این چیزا دادن که مشتبه چی بوده چطور و بهمان. فاز دوم ادهارو میگه فاز دوم خودکشی مشتبه میرمیران مسئول نهاد سازمان گوینده صدای مجاهد شاعر تمام شد. در این فاز موضوعات زیر مورد تعقیب قرار گرفت: مشتبه میرمیران با خودکشی خود حرمت خانه مسعود رجوی را شکسته است. از نظر ما، یعنی از نظر سازمان مجاهدین، تمام پایگاه سازمان خانه مقدس مسعود است. سازمان با هیچ بنبستی مواجه نیست. مجتمع میرمیران فقط یک نشأه است. چون که به این خاطر این قسمتش تاکید کرده که از نظر ما تمام پایگاه سازمان خانه مقدس مسعود است، که محمد علی توحیدی برگشته در یک جاتون صحبتش میگه اگر مشتبه به تمامی ناموسای ما تجاوز میکرد خیلی بهتر بود که این عمل شنیع، یعنی این خودکشی رو انجام نمیداد. و این خاطر زدای ادامه فاز دوم که گفتو فاز دوم مشتبه روزهای بعد این ادامه داشت. این خاطر زدای به طور عمیق‌تری ادامه یافت. تمامی نوارهای صدای مشتبه که در اختیار افراد و نهاد و بخش ها قرار داشت و در آرشیو نشریه رادیو مجاهد و سیمای مقاومت تماما از تمام کتابخانه های سازمان برچیده شد برای همیشه. و با در جایی حتی زن را به صحنه آوردن، یعنی همسرش را آوردن تا به مشتبه دشنام میگوید. همسری که کبودی ریسمان مرد را هنوز برگردن دارد که در حال رفته است و دیگر رفته است. تو خودش را کشته، خودش را و نه هیچ کس را. چهره ای با خود پوشانده می شود، چهره دیگر او را زیر باران دشنام می گیرد. این دو چهره با هم در یک سازمان می زیستند. منظور از دو چهره، یکی چهره مشتبه میرمیران هست که خودش را کشته، چهره دوم آقای محمد علی توحیدی هستش که 4 ساعت تماما به این زنده یاد دشنام می داده. شاید گرمای بوسه یکدیگر رو بر لب داشته باشند. ریشه های این مسخ عاطفی تا کجاست؟ این نحوه از عملکردهای سازمان بود که با کسی که به اصطلاح گوینده سازمان بود، پس برای سازمان سالهای سال
فعالیت میکرد و زبان کار کرد و عمل کرد مشتبه سرزد تمام مسئولین بود و میگوزن این مثل بوز کونی میمونه، یعنی به این فرد مسئولیت که میدادن این به طور معمول راه نمیرفت، تماما میدوید. خودشون میگن این ذریب دوست کار میکرد، یعنی کاری که مربوط به دو نفر شد این یک نفره به انجام میداد. وقتی که در اعتراض به سازمان خودشون میکشه اینطور میان دشنام بهش میدن، میگن فقط یک نشته، فقط یک کفن و دفن در ما گذاشته. و اما در تو خانم مینوی فتحعلی، خانم مینوی فتحعلی از مسئولین پایین سازمان بود که در سال 1372 همراه با مریم خزر عزتانلو به فرانسه فرستاده شد. در سال 72 مریم خزر عزتانلو فرستاده در پاریس برای به اصطلاح موشک بندره، چون که مریم رضوی رو میگفتن موشک به اصطلاح ریاست جمهوری، انتخابش کردن برای ریاست جمهوری سازمان و میگفتن این بند ره هست و اینم موشکی هست که ما رئیس جمهوری فرستادیم بره فضای اروپا رو بچرخوره به نفع مقاومت، یعنی به نفع سازمان. که خانم مینا فتحعلی از سال 72 که در اروپا فعالیت شدیدی داشتهش که روزانه اینطور که در قسمتی از باید اینجا اولش اعلام کنم که این مطلب و خانم و طول سلطانی به طور مفصل نوشت در رابطه با این زندیات خانم مینوی فتحعلی که من بعضی از قسمتاش رو باید انتخاب کردم میخونم که بدونیم بر این دوستان ما چی گذشته. مینوی فتحعلی در قسمت مالی اجتماعی که در اروپا کار میکرد روزانه 14 ساعت یک سره کار میکرده، 2 ساعت در نشست های تفتیش عقاید که به سختی اینا رو زیر ضرب میبردن میواسته سپری میکرده، بعد آماده شده بری روز کار بعد. سال 77 که برمیگرده به غرب عراق ردش رو به شورای رهبری انتخاب پیدا میکنه، از مرحله به اصطلاح از وقتی که رهبری اتاق پیدا کرده مرحله عقد در برنامه حوزه‌ای همون جلسه‌ای که زنان بایستی با آهنگ‌های شاد مرتضی و منصور و ماین دخ میشن برای رجبی شعر میخونن امشب که آهنگ‌هاشون شاد، من بعضی از تیتراش که نوشته از روی همون نوشته میخونم و بعد از آهنگا به این تیتراش اینها بوده: امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون تو نیست بودم، امشب میخوام هست بشم، یا برای مریم: تو گل ناز مریمی، با این همه دردی درد دل منی. از این آهنگ های کوچه بازاری که یا آهنگ های سوسنی که میخوندن برای اینا میواست میخوندن و در مقابل اینا دخ میشده و برای آقا که خب مینو در همون جلسه به گریه میفته، از جلسه میزنه بیرون، میگه من نمیتونم چیز کنم، من پرسه دوستانه به اصطلاح مسئله داری شروع میشه که چند تن از زنان ارشد میبینی در بالاترین سطح سازمان میرن سر وقتش همون که در همون نشست، که یکیش فائزه محبتکار بوده که الان در عراق، دومش گیتی گیوچیان که مسئولین اطلاعات و ضد اطلاعات سازمان مجاهدینه، سومش مسئولین ملک محمدی که از مسئولین روابط خارجه سازمان در عراق هست که میرن سراغ اون یقش رو میگیرن به صلاح با کارهای توصیحی و توجیه کردن میخواستن این رامش کنن که تو هم باید بالاخره این لباس شرک باید شیرجه بزنی تو این حوض، لباس شرک از تن دراری که بالاخره تو هم باید این ارزش‌های خمینی هست اینا رو از خودت برکه بکنی یگانه بشی با رهبری، یعنی میباید لخ میشود و لباس‌ها رو در میورد میرفت جلوی مسعود میرفته که اون لباس‌های شرکش کنده میشود و مسعود یگانه میشوده، که برمیگردن به بطو میگن تو برو خودت از دست نده، این هم الان میاد که بالاخره موفق نمیشن مینو رو تو اون جلسه ببرن و از همون جلسه که این مسئله دار بوده من مینو دیگه خیلی وقتا دیده نمیشه توی بعضی از جلساتی که با اون دوستان همرده خودش داشتن. بعد ادامه میده خانم سلطانی که در سال 1380
که در پارسیان مشغول آماده سازی سالمونه یک محفل دیدیم، وضعیت تمامی اتاق عملیات و این چیزا به هم خورد و اعلام نشست اضطراری برای شورای رهبری کردن. میگه ما در مستقیم، ما رو مستقیم به اتاق عملیات بزرگ قرارگاه پارسیان برن، دیدیم که مریم رجبی بود و چشمان رو پف کرده و قرمز که گریه کرده بود و مسعود داره اداره میکنه، نرزنان داره اداره میکنه و تعدادی از اعضای رده بالای شورای رهبری نشستن و تو سر ناموس و بعد رجبی با نره ها رو همه را ساکت کرد. یعنی اعضای شورای رهبری نشستن اونجا و نره های ناموس رجبی چی شده و بهمون شده از دست رفته نره میزدن که رجبی همشون رو ساکت میکنه. میگه که فریاد میزنن ناموس ناموس عجوزه های کسی برای چی اینجا آمده اید؟ یعنی رجبی برمیگرده به همون زنان میگه عجوزه های کسی برای چی اینجا آمده اید؟ باز پیکر زخمی من خنجر بزنید. در عراق اون موقع در همون حوالی پارسیان که در منطقه ابوغره وجود داره 32 واحد گشتی خودش داشته که اضافه بر آن 70 گشتی 32 واحد گشتی نظامی داشته، 70 گشتی با لباس عادی یعنی بدون آرم و بدون هیچ چیزی، که این 102 گشتی به اضافه گشتی‌های مخابرات استخبارات قرار بسیج میکنه تمامی جاده‌های که از جاده به سمت پارسیان که منطقه ابوغره به سمت بغداد هست تمامی این محله‌ها رو قلقو میکنه، چون خانم مینه فتی فرار کرده بوده. تا اینکه ساعت 8 صبح هیچ کس نخوابیده باشد، همه در هم ریخته و عصبی بودن، رجبی میگفت مینو رو در بغداد دستگیر کردن. زهره شفایی به اتاق عملیات میاد، به رجبی مسلم اون حرف زده. زهره گفت مسعود جان این زنه که خائنه که تو رو در بغداد پیدا کردیم. بعد از زبان سهره شفایی ادامه میده، من به همه برادرها و باباهای گشتی گفتم که یک خانمی بوده و نفوذی بودنش برای من مسجل شده و اینجا بنگالی ما بوده، یعنی زندانی ما بوده، برای ما شرم‌آور بود و نگفتیم که از شورای رهبری بوده و نگذاشتیم بفهمن کی بوده و برای اینکه شناخته نشود کیسه بردیم و سر اون کیسه کشیده ایم آوردیم، الان تو ماشین هست که به تحویل قسمت قضایی دادیم. که بعد سالان یک سر فریاد میزنن خائن اعدام، خائن اعدام. بعد شروع میکنه به زهره فحاشی کردن که چرا نکشتنش، من به علت فشار سر در تحول حالم و خانم سلطانی حالش بد شه. بعد از میفته بیرون و میفته روی زمین که بعد از جلسه میاد بیرون، اما همونجا رجبی برمیگره به زهره شفای میگه شما که دستور تیر داری چرا شلیک نکردی او رو آورده اینجا. محمدش سپهری که معروف به جلاد و یکی از خونوشام های فرقه رجبی هست میگه که این بچه جای خودشان رو با شما یعنی با رهبر عقیدتی که رحمت و عدالت شما هستن قاطی کردن و جای خودشان رو نمیتونن و میباید همونجا مسئلهش رو حل میکردن. اما یک هفته بعد ادامه میده قسمت دیگه، خانم سلطان میگه اما من یک هفته بعد با یکی از اون خانوم ها که دیدم گفتم مینو رو بردن کشتن، او رو همون شب بطول رجایی که معروف به جلاد فرق بود، چون بطول رجایی کسی بود که چندی پیش به درک واصل کرد، یکی از جلادان معروف فرقه رجبی بودش، همون شب بدول و یک نفر دیگر آمدن و اونو بردن و هیچ کس دیگر خبری از اونو داشت، تا اینکه در زمان جنگ وقتی که میرن مزار به کمال تعجب میبینن که نوشته مینو فتحعلی در درگیری با عراقی ها کشته شده. و اون چیزی که من خودم شاهدش بودم میخوام در همین جا به این قسمت از نوشته خانم سلطانی اضافه بکنم، ما در قرارگاه هفت که مستقر بودیم به ما گفتن که احمد وشاق که قبلا از محافظین مسعود رجبی بود همراه با دو تا از زنان و تعداد دیگه داشتن می اومدن که یک مرتبه مورد تهاجم کردها یا همون عوامل آمریکایی قرار می گیرن که به رگبار بسته میشن و خانم مینو فتحعلی و خانم مهرو موسوی کشته میشن و احمد زخمی میشه. بعدن دستور که من خودم با احمد وشاق صحبت میکردم تناقضای میگفت که هر سری
هر روز یک جای دیگر میگفت، خیلی واضح بود که داره دروغ میگه، اصلا تو جایدن چنین چیزی نبود. ما خیلی از دوستان دانستن که خانم مینا فتلی سازمان همون شب سرش زیر آب کردش. و اما از نوجوان دیگر آلان محمدی که واقعا تمامی دوستامون وقتی که شنیدن آلان خودکشی کرده اکثرا بدون چیز گریه میکردن. آلان خیلی خیلی جوان بود. آلان محمدی نوجوان دیگر فقط 15 بار از زندگی او سپری شده بود. از کودکی با درد و رنج خیلی زیادی بود. 3 ساله بود که مادرش تو هواعوض رجوی خائن تو عملیات مرساد یا عملیات فروغ کشته شدش در سال 1367. در سال 1370 که مصادف بود با اولین حمله آمریکایی یا به عراق که سازمان داشت کودک‌ها رو همه رو به اروپا انتقال میداد، آلان در سال 1976 ساله بود که آلان هم جز این بچه‌ها بود، فرستادش آلمان. در آلمان هم آلان خیلی سختی داشت که حالا بعداً از زبان آقای یاسر عزتی حتما قسمتی اشاره خواهم کرد که آلان از همکلاسی‌هاش بود که با هم در همون آلمان بودن. در حالی که آلان 13 ساله بود در سال 1377 با فریب و نیرنگ به بهانه دیدن پدرش که در قرارگاه اشرف بود، آلان رو به عراق آوردن. آلان خیلی آرزو داشت، بچه بودش، 13 سال بیشتر عمر نداشت. وقتی که آوردنش اونجا بعد از چند ماهی درخواست کرد که میخواد برگرده. اینا گفتن دیگه برگشتی وجود نداره، تو هم باید همینجا بودی. با همون سن سال کمش برای اینم همون نشست هایی که برای بزرگ سالان میداشتن برای اونم برگزار کردن که وارد انقلاب دستاد مریم قجر از دامیرو بکنن داریم. آلان در آخرین ماه سوژه اصلی این نشست های عملیات جاری یا قسط هفتگی و از این کذا کذاهایی که تو سازمان زیاد از براش میذارن. خودم شخصا یک روز اسب داشتم با خود رو از خیابون صد خیابون اصلی قرارگاه اشرف میرفتم که دیدم آلان و آورده مسئولش نسرین مسیح به همراه دو تا زن دیگه پشت سالن نشستشون که به سمت خیابون صد بود اونجا داشتن میزدنش. تنها کاری که میتونستم بکنم ماشین تا اونجا که میشد به سیاجه به سیم خارداره کنار پایگاه مقر اونا چسبوندن دست مثل زران دقیقه گذاشتن رو بوق میزدن داد و فریاد میکردن که کسی از اون برا بتونم نظرشون رو جلب کنم که بنوی نظرست اینا نجات بدن. که خب خوشبختانه از این ور اون ور چند نفری متوجه شدن، بعد اومدن با اون وقت که من بعد رفتم به قرارگاه خودمون. بعد از 2 روز بطول رجایی که فرمانده ستاد اشرف بود به همراه اسقر قریان منفرد از مسئولین بالای اون سازمان در فه اشرف بود منو صدا کردن. سر موضوع بازخواست میکردن که این مسئله به طور حد نیست به چه دلیلی وارد این چیز شده بود. با خیلی توپ و تشر خیلی تون داشتن با من برخورد میکردن که چرا اصلا تو وارد این مقاله شدی و صدا. خب من با تجربه‌ای که در سازمان داشتم توپ انداختم تو زمین خودشون. اولا گفتم که اولا این بچه یک شهیده، چه حق داره با بچه شهید اینطور رفتار میکنه؟ به چه حق داره بچه شهید رو میزنی؟ وقتی که توپ منو به این شکل تون دیدن یک مقداری بعد طول رجای کوتاه اومد برگشت. خب تو اینطور موارده که میبینی نباید خودت مستقیما دخالت کنی، باید بری به بالاترین مسئولی که متخصصی داری که اطلاع بدی یا بری به همون قرارگاه به بالاترین مسئولش اطلاع بدی. به چه دلیل خودت این کاری؟ گفتم وقتی دارن نفر رو میزنن نمیشه وایساد رفت یکی دیگه رو پیدا کرد که بیاد کارو کنه. منم چیزی بود که همون لحظه به ذهنم رسید این کارو کردم. تقریبا 2 روز بعدش بود که در اون ستاد داشتیم کار میکردیم، دیدم یک مرتبه ستاد به هم ریخت. میگم ما جزء ستاد اشرف بودیم، ستاد شلوغ شده شو این چیزا. خب من خیلی دیدم بودو بودو اینا از مسئولان پرسیدم چی شده چی کار میشه کرد. خب اگه چیزی هست خب به منم بگم ممکنه کمک کاری بکنه. یک مسئولان برگاه یکی از بچه ها در برج دیدبانی تیر خورده،
کدوم خب دنبال بالابر هستن، بالابر یعنی رافعی که تا ارتفاع 15-16 متر سبد داره میره بالا، خب دنبال اون بالابر هستیم یا اون رافعه هستیم که بتونیم نفر رو بذاریم توش بیاریم پایین. خب باشه الان که بالابر نیستش، خب ما بریم اینو میتونیم با تناب بگیریم یا ببندیم کولمون بیاریم پایین یا با تناب ببندیم بفرستیم پایین. گفتن که نه شما نمیتونید دست بزنید چون که اون خواهره و نامحرمه به شما. گفتیم باشه ما دست نمیزنیم، ما با یکی از اون خواهرها با یکی از اون زنا بریم بالا بهشون میگیم چطور ببندن، ما با تناب آویزونش میکنیم پایین. باز از ما قبول نکردن. 3 ساعت گذشت، یعنی 3 ساعت بود آلان خودزنی کرده بود، یعنی حالا تو توضیح میدم چطور شد که خودزنی کرد. 3 ساعت بود این خودزنی کرده بود، ازش خون میرفت. اینا حاضر نشدن کسی به این برون بالا دست بزنه به این، تا بعد از 3 ساعت تونستیم اون رافعه یا اون ماشین بالا رو پیدا کردیم فرستادیم رفت اونجا. به ما نگفتن چه کسی خودزنی کرده. بعد از 1 ساعت بعد که اونو انتقال داده بودن به بیمارستان، نسرین مسیح اومد به اتاق عملیات ستاد فهشرف. من تو نسرین دیدم تمامی مسئله برام روشن شد که چی بوده، کی هست که خودزنی کرده. چون که نسرین مسئول مستقیم آلان محمدی بود و با آلان با هم میرفتن گشت و صبح هم که داشت میرفت باز من خودم تو ماشین شدیدم که داشت ماشین گشت میبرد که اینا رو برسون. محل نگهبانیشون برج عایق در ضلع شمال بودش. به خاطر خودزنی ها و خودکشی های زیاد قانون بود، یعنی تشکیلاتا دستور دادن ضابطه بود که هیچ کس حق نداره خشاب روی سلاح قرار بده، همیشه سلاح جدا از خشاب بود. لازم بیاد که روز قبل از این خودزنی برای آلان نشست خیلی سنگینی، یعنی نشست جدی یک دادگاهی خیلی سنگینی برگزار کرده بودن و بهش گفتن که باید حتما بری جواب بیاری و خودت تعیین تکلیف کنی. تو اینم رفت تا برج آیک. وقتی که فرموندش نسرین برای کار توالت و اینو میراد از برج پایین، این فرصت قدیمت میشه، خشار میذاره سو سلا مسلح میکنه میذاره زیر چونهش چلیک میکنه. خودزنی کرد به این شکل و خودش رو راحت کرد. و بعد در توضیحی که برای نشست گذاشتن میگفتن که آره این سلا مسلح بوده، گله ازش در رفته، گله ناخواسته بوده. اصطلاح دیگه شده بود که همه مسخره میکردن، میگفتن چرا هر چی که افراد معترض و مخالف هستن به کسایی که مسئله هستن گله فقط ناخواسته در میره و به اینا میخوره، اونا فقط تو مغزشون میخوره. آقای یاسر عزتی در قسمتی از خاطرات خودش که در رابطه با آلان و محمدی نوشته چنین میگه، میگه مظلوم آلان با سن 13 سال از کشور آلمان به عراق اعزام شد. 2 سال بعد در 15 سالگی در اثر فشار زیاد خودکشی کرد. تنها برای آزادی از جهنم رجوی این را انتخاب کرد. آلان در کشور آلمان در شهر نکل در پانسیون، در پانسیون مهرگان مجاهدین زیر فشار روحی و روانی زیادی بود. اینها را وقتی که سال 70 از قرارگاه اشرف به آلمان آوردن، اینا رو در محل‌های مختلف پانسیون‌های مختلف نگهداری می‌کردن که آلان در پانسیون مهرگان بوده. که 12-13 ساله میگه 12-13 ساله بود که دیگه آلان رو فرستادنش به عراق. میگه این به خاطر کمبودهای عاطفی که داشت آلان، اینها در اثر کمبوتا و عاطفی بود که آلان در سینه سالها داشت فریاد میزد و صورت انفجار در بود دیده میشد. خب یک سری عمل کرد و کار کرد هاشو توضیح داده که من دیگه الان زیاد وقت شنوندگان اینا رو نمیگرم، به خیلی مختصر گفتم که من حالا اینا رو تو سایت قرار میدم که دوستان عزیزی که میخوان خواستن بتونن اینا رو بیشتر ببینن. و با در این قسمتی از این یادداشت آقای یاسر عزتی که حیف آمد نخونم اشاره میکنم، میگه حالا رجبی با دروغ پراکنی از دوستانم این اتحاد را میخواهد با اختلاف به اختلاف تبدیل کنه. البته باید بگم خیلی موفق هم بودم، یعنی این بچه هایی که سن پایین بودن در آوردن اروپا اینا با هم خیلی اتحاد داشتن و رجوی سعی میکرد ما بین این کوچیک ها و بچه های کوچیک تا اونجا که میتونه اختلاف و دو دستگی اینا رو اندازه که تو خیلی هاشون موفق شده بودن.
این کار رو کرد، ولی تا کی؟ چرا مریم رجوی، مریم قجر از دختر خودش اشرف و شهزاد صدر اسدانلو دختر خودش را به فرانسه می آورد ولی پسر مسعود رجوی را در عراق نگه می دارد؟ چرا وقتی آذر قرا یک سال و نیم سرطان تومار مغزی دارد حاضر نیست برادرش را به آلمان بیاورند و به اون میگن اون بیاد به عراق؟ میگن ارتش آمریکا اجازه نمیده که آنها خارج بشن، در صورتی که یاسر براش توضیح میده که نه، من به آذر گفتم که ارتش آمریکا جلو قرارگاه سازمان نیست، جلو قرارگاه اشرف نیست، از مجاهدین گفتن. بعد من میگم که از مجاهدین گفتن که دولت آلمان نمیذاره که اون بیاد. مسعود رجوی در سال 1367 گفت خمینی جام زهر رو نوشید، 9 سال بعد سال 1376 گفت خاتمی جام زهر است و زمین و زمان رو رجوی به زهر کشید، چه گلهای مظلومی سوختند تا تجربه به نسل ما رسید. اگر رجوی به قدرت می‌رسید چه گلهای دیگر می‌بایست می‌رفتن؟ البته تا چهره کفترهایی چون رجوی در زیر چتر آزادی خون می‌نوشیدن را بیرون آورد. اون قسمت که از توضیح آقای یاسر عزتی بود که در طول زنده یاد آدم خوندن. نفر بعدی زنده یاد فائزه اکبری با نام مستعار مرجان، این هم نوع جوانی دیگه. مرجان جوانی بود مثل بقیه جوانهایی که تو سازمان مدت کوتاهی بود، سنش هم کم بود. و بچه ها که رفته بود به خارج، بعد سال 76 دوباره با نیرنگ سازمان برمیگردانتش به عراق. این هم برخلاف میل باطنی پدر و مادرش بود که در عراق بودن. سازمان با کلکینا آوردش، تحت فشار بودش پدر و مادرش که نامه براش بنویسن بیارنشون اینا، و از زبان پدر و مادرش نامه نوشتن و اونو به کمپ آوردنش به کمپ اشرف. من خاطره دارم در رابطه با فائزه، چون که من با پدرش با بشیر اکبریان در یک ستاد ما هم بودیم. عید 1379 بود، بشیر مراجعه کرد به من گفتش که فائزه رو بعد از مدتی که تیز کردم با کل منت که تازمون سرم گذاشته 2 ساعت اجازه دادن من باش ملاقات کنم. عیده نمیخوام خیلی خوش باشه، چون که من در اون مقطع در سال 79 مسئول سنفی ستاد فه اشرف بودم. گفتم باشه مشکلی نداره، من از پذیرایی میکنم اونطور که میخوای. گفتش که نه نمیخوام چیزی باشه که بعدن یقه تو رو بخوان بگیرن، نمیخوام خیلی خوری. گفتم خب باشه، من اونطور که بخوای خیلی ساده و مختصر چیز میکنم. که بعد بشیر اصرار میکرد که نه چیز نکن که یقه تو رو هم خواهند گرفت. گفتم باش اونش با من، به هر حال خیلی مختصر بخوامش بکنم. روز عید روز دوم عید بود، 2 ساعت به بشیر اجازه دادن که فائزه اومده بود اونجا ببینتش. خب من در اون چی که در موجود تو انبار داشتیم تونستم ازشون پذیرایی بکنم. بعد به شوخی برگشتم به فائزه گفتم که بشیر نمیخواد بذاره من از تو این چیزا که بود برات بیارم و این چیزا، میگفتش که چیز نشه اینا بعدم مشکل پیدا میشه اون چیزها. بعد خب بعد از اونم باز یک بار دیگه من فائزه رو دیدم، فائزهش پرسیدم، خیلی از من تشکر میکرد به خاطر برنامه پذیرایی اون رو. گفتم من کاری نکردم، بالاخره بشیر مثل برادر با من، تو هم مثل دختر برادرم بودی. فائزه مدت ها بودش که به اصطلاح نمیخواست دیگه تو سازمان بمونه، تقریبا سال 81 بود که نمیخواست. فشار بود که من میخوام برگردم به اروپا و سازمان براش نشست های مختلف تشکیل میدن. نشست که میگم منظور همون چیزهایی هستن که دادگاه های بزرگی هستن که شروع میکنن و وحوش رو میریزن بر علیه نفرات باید حرف بزنن. که در آخرین نشستی که ما برای اون تشکیل میدن، اون موقع ما در کمپ آمریکایی‌ها بودیم که اصلا ما فرار کرده بودیم. در سال 82 ما فرار کردیم رفتیم به کمپ آمریکایی‌ها، در کمپ بودیم که من از دوستانی که به کمپ بعد از ما اومدن شنیدم که فائزه خودکشی کرده. البته نمیگفتن خودکشی، میگفتن سکته.
چون که من خصوصیات خلق و خوی فائده رو تا حدودی میدونستم برام مسئله شده بود، به همین خاطر از خانومایی که در اونجا بودن، از خانم سلطانی، از خانم ابراهیمی، از خانم قدوسی و چند تای دیگه اون که اونجا بودن به شدت پیگیری کردم تا ریز مسئله رو در آوردیم که چی بوده. موضوع از این قرار بود که در سال 83 بود فکر کنم نشست بزرگی تشکیل میدن برای فائزه و در اون نشست تمامی لایه‌های شورای رهبری حضور داشتن و به خصوص مادرش هم به ام صدا میکنن به اون نشست که در اونجا مادرش رو مجبور میکنن که بر علیه دختر خودش حرف بزنن، با اون مارکا و تهمت‌های خیلی سنگینی رو میزنن که این با سن کمی که داشت خب نمیتونه با اون فشار انتظار تحمل کنه که میره خودش آتیش میزنه، نفت میزنه خودش آتیش میزنه. بعد سازمان اعلام میکنه که این سکته کرده، در صورتی که تمامی اون دوستانی که اونجا شاهدش بودن یک سریشون گفتن که نه، خودش آتیش زد. و کسانی که مسئول و باعث و بانی این جنایت بودن، مژگان پارسایی بود که به عنوان جانشین مسعود رجوی خائن در عراق، پروین صفایی بود که مسئول تشکیلات اون موقع سازمان بود، فهیمه اروانی بود که مسئول نشست زنان به اصطلاح انقلاب زنان بود، جمیله فیض از فرماندهان بالا شدن و اینقدر اینو اذیت کردن تا آخری اینم خودسوزی کرد. اما نفر بعدی که میخوام توضیح بدم در رابطه با زنده یاد مرضیه فامیلیشو یادم نیستش، اونا مستعار شانه بود. جاله من از بچه های خونگرم شیراز بود، به این خاطر میگم چی بچه های خونگرم شیراز، چون که اکثر دوستای شیرازی که من داشتم واقعا بچه های خونگرم و مهربونی بودن. بچه های خونگرم شیراز بود. 30 خرداد دیگه به خاطر دستگیری ها مجبور شد زندگی مخفی رو بیاره که سال 61 اوائل 61 به کردستان ایران میاد. سازمان در اونجا پایگاه هایی داشته. زمستان سال 61 بود که ما را صدا زدن و به ما یک ماموریت دادن، گفتن که 5 تن از خواهران، 5 تن از زنان رو میخوان از کردستان مرکزی بفرستیم به کردستان به سمت منطقه پانه، که تیم ما قرار بود این ماموریت انجام بده که 5 تن از زنان بودن زنده یاد مرضیه، همون جالب بود، اعظم بود، جی جی مهناز و یک نفر دیگه که الان اسمش دقیقا یادم نیست که بکنم زهرا گرابیان بود که الان هست تو سازمانه. آقای کرمی ببخشید، یکی از دوستان اینستنت مسیج فرستاده که اونجا در کمپ اشرف یا کمپ لیبرتی مگه مجاهدین طبق قانون عراق نباید مثلا اگه کسی فوت میکرد گزارش میدادن؟ اونا زیر چه، یعنی یه دولت در دولت بودن، چه جوری بوده؟ البته ناگفته نماند همین چند روز پیش الان ما اینجا شاهد هستیم که یه آمریکایی چندین دختر جوان رو سالهای سال در منزل خودش زندانی کرده، اونجا حتی اینها بچه دار می شدن و بچه ها رو گویا از بین برده و تازه بعد از 10 سال پلیس و مردم فهمیدن که اونجا چه میگذشته و این یک قسمتی از ماجرا است. من ساکت میشم، شما بفهم. خواهش کنم، من پیشنهادم اینه که این در رابطه با زنده یاد مرضیه کوتاه اینو توضیح بدم، بعد حتما اون قسمت سوال شما رو توضیح مفصل میدم. بفرمایید. که بعد ما یک هفته که با این مرضیه و بقیه دوستانشون بودیم، مرضیه خیلی سعی و تلاش میکرد که نذاره به بچه ها تو این زمستون و اون بار سنگینی که داشتیم زیاد سیز کنه، که بعد شروع کرد آهنگهای کنفدراسیون خوندن و خیلی روحیه به بچه ها میدادش. خیلی وقت بود که من دیگه از سال 62 از مرضیه یا همون جاله اطلاع نداشتم کجا هستش، که تا یک زمان من اعظم رو دیدم، اعظم پرسیدم چه خبر، گفتش که آره جاله، به خود احوال جاله رو پرسیدم، گفتم چه خبر، گفتش که خیلی وقت منم جاله رو ندیدم، جاله رو در پاریس دیدم که جاله به لحاظ روحی روانی خیلی متلاشه، خیلی وضعش بده، وقتی که ازش
پرسیدم موضوع چیه، گفت در رابطه با مسئله یکی از پسرانی که اونجا باش دوست شده بوده، منو به اینجا تعبیر کردم و برای اون حکم خیلی بدی مسعود رجبی بریده بوده و منم الان اینجا خیلی مشکل دارم و اینجور که میگه خب خودتو جان اذیت نکن. اینو بذار از این موضوع یه مقدار بگذره که تو اون مسئله برات آروم بشه اینا، که بعد دیگه اون ازش خبری نداشت و کسی خبر نداشت که چی شدن و زنده یاد کمال رفعت صفایی باز در این رابطه در تو با همین ژاله یک مختصر توضیحی نوشته که باز من همونو میخوانم از اون نوشته زنده یا کمال رفعت صفایی. میگه در تو با مرضیه این چنین بیان میکنه: دو عضو سازمان، زن و مرد مجردی به اتهام یا جرم رابطه عاشقانه محکوم میشوند که تقصیر با مرد است و مرد از طرف مسعود رجوی به اعدام محکوم میشود. تو پرانتز میگه از اجرا یادم اجرا و بی اطلاع هم. و زن که مرضیه باشه را به انجمن دانشجویان هوادار در فرانسه اعزام میکنن تا به عنوان تلفنچی به کار ادامه دهد. اما اون مدام از صدور اعدام برای مردی که از ذهن اون خارج نشده بود پریشان و متفکر بود و به این دلیل مرتب از طرف مسئولین مورد تحقیر بازداشت قرار میگیره تا سرانجام روزی از پایگاه خارج میشود در منطقه استان اولدواز در شمال پاریس، منطقه 95400 که به شکل 95400 خودکشی میکند. شیوه خودکشیش به این شکل بوده: مرضیه تصمیم خودش را گرفته بود یک روز صبح بدون اطلاع پایگاه را ترک میکند و در منطقه اولدواز خود را بین دو ریل قطار میخواباند که بر اثر فشار باد بر اثر وقتی که این دوتا قطار عبور میکنن با تمام رگ‌های بدن او رو پاره میکنن. وقتی هم که او رو به بیمارستان رساندم کمک های دکترها مؤثر نبود و این شیرزن در بارگاه رجوی سر تعظیم فرود نیاورد و این گونه خود را رها کرد و خاک منطقه اولدواز فرانسه با خون یکی از معترضین تشکیلات رنگی شد، آن هم در سرزمینی که اصطلاحاً مهد پناهندگان است. و اما در اطلاع اون سوالی که یکی از شنوندگان کرده بودن، آقای صوبی میخوام خدمتون عرض کنم، بله طبق قانون در همه دنیا این قانون وجود داره که کسی که کشته میشه باید پزشک قانونی این جسد رو رویت بکنه، پزشک پرگه معافیت برای دفنش رو چیز بکنه. اما سازمان مجاهدین دولت در دولت بود در توی عراق، بالاترین قدرت سازمان مجاهدین در توی عراق برخوردار بود، یعنی بعد از صدام حسین بالاترین قدرت رو اینا داشتن، یعنی از سیستم مخابرات که یا همین سیستم مخابرات مصادف است با CIA در آمریکا یا موساد در اسرائیل یا در هر کشوری به هر اسمی هستش، سازمان مجاهدین بالاتر از مخابرات عراق قدرت داشت در توی عراق. به همین خاطر وقتی کشته میشد هر چی که سازمان مجاهدین میگفت پزشک قانونی مینوشت، در ریل کاغذیشو تکرار ریل میرفتن. اما این ریل چون که هیچ کدوم از اون افرادی که اونجا وارستان در جای ثبت نشده که کی وارد عراق شده کی وارد نشده، چون که تمامی مدارک و کاغذهای این افراد و سازمان میگرفت از بین میبرد. وقتی هم که ما اعتراض داشتیم به شخص خودم، من وقتی گفتم آقا من میخوام از این سازمان خارج بشم طبق چیزی که من کاغذی که ازم دارم کاغذی که دارم بهم بده برگردم، گفتم کدوم کاغذ؟ تو غیر قانونی وارد عراق شدی، میخوای بری باید دادگاهی بشی در عراق، ورود غیر قانونی بوده. و چون افرادی که غیر قانونی وارد عراق میشدن زمان صدام حسین حکمشون اعدام بود، ورود غیر قانونی به عراق یعنی جاسوسی. و صدام این حکم اجرا کرد برای چند تا ایرانی که از طرف انگلیس میگفت بهشون گفت از طرف انگلیس اومد، یعنی تمامی افرادی که اونجا هستن به لحاظ هویتی هیچی نداشتن، یعنی مدارک قانونی که بخوان چیز کنن ثبت کنن وجود نداشت. به همین خاطر سازمان مجاهدین با دست باز هرچی میخواست میگفت و خیلی های دیگر هم که از بین برد برای هیچکدومشون چیز نکردن که بخوان این ریل برن، که هر کدوم خودشون بخواستن دفن کنن. بعد یه سری که اصلا داخل خود اشرف دفن میکردن،
قانون در رتبه با سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین در عراق معنی و مفهوم نداشت. بالای قانون بود کار سازمان در توی عراق. از این موارد من زیاد هست بخوام بگم. به طور مثال ما تو خیابون داشتیم میرفتیم، نفر ما گواهینامه راهنمای رانندگی نداشت. افسر پلیس جلو ماشین نگاه کرد، گواهینامه کو به من گفت، من نفر مجاهدین هستم، طرف خبردار وزاد براش گفت بفرمایید راه بازه. نفر مخابرات جلو ماشین های آتی‌سازی که میگن ماشین هایی که با لباس عادی تو شهر نفرات گشت میدن و اینها، سیستم مخابرات امنیت عراق به ماشین ها شک کرد، جلو ماشین ها رو گرفت. به مردی گفتن سازمان مجاهدین هستیم، کشید کنار. یا موارد دیگه بارها و بارها اتفاق افتاد که بچه ها اشتباهی با ماشین وارد کاخهای صدام حسین شدن. وقتی که مخاطب اونجا بشن نگهبان دژواری بهش گفت که آقا اینجا کجا میخوایم، کدوم ما مجاهدین هستیم، براشون مانع زده بودن کنار. که خود رجبی همین رو تعریف میکرد که چطور همین دژبانی رو زدم آشوراش کردن نتودم زندان، که چرا اجازه دادم وارد کردو، چون طرف کدوم من مجاهدینم، از مجاهدین بالای قانون بودن اونجا و هر کاری که میخواستن خودشون انجام میدادن، قانون نبود که بخوان بهش پاسخگو باشن. آیا نمیدونم تونستم جواب این سوال این هموطن رو بدم یا نه؟ بله ممنونم از شما. خواهش مانم آقای سوری، من چقدر فرصت دارم بخوام توضیح بدم؟ والا تصویر شما اینقدر تاریک شده که من دارم الان از عکس شما استفاده میکنم، دلیلش هم نمیدونم چیه. در هر صورت بله، اگر اجازه بدید امروز به همین جا به اصطلاح برنامه رو به پایان برسونیم و در برنامه های آینده، و لطف کنید اون عکسایی هم که میخواین برای من زودتر بفرستید، چون عکسایی که امروز فرستادید اسامی زیرشون نبود و فقط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بود، بر خلاف دفعه قبل که عکس‌ها همه با اسم بود. اونجوری خیلی بهتره که دیگه اشتباه نکنیم ما عکس کسی رو اشتباهی نشون بدیم و دوستان گله کنن. بله چشم، حتما از دفعات بعدی من عکسایی که هست از قبل براتون میفرستم و توضیح مختصری هم میدم براتون. من از شما بسیار ممنونم، برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم و امیدوارم در زندگی جدیدتون موفق باشید. مرسی، همچنین خسته نباشید آقای سوری. مرسی، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم، شخصی که سالهای سال از عمرش رو با سازمان مجاهدین بوده و وقتی که تصمیم گرفته جدا بشه، طبق معمول همون اتهامات، همون تهمتها نصیبش شده و امروز داره سعی میکنه تا بتونه زندگی خودش رو به حالت معمولی برگردونه. اجازه بدید یه فیلمی رو که شما دوستان خیلی به اصطلاح تحت تاثیر قرار میگیرید ولی همیشه باز میخواین که اون رو نشون بدیم، براتون نشون بدم. این دیدار خانواده مجاهدین هست که به کمپ اشرف رفتن و ببینید که ازشون چگونه استقبال کردن اونهایی که در داخل کمپ اشرف هست. امیدواریم که روزی برسه که این کمپ بازی و فرقه بازی و اینها رو دیگه ما نداشته باشیم و هر سازمانی آزاد باشه، به صورت خیلی دموکراتیک عمل کنه و من و شما هم از اون آزادی بیان و آزادی رفتار و گفتار و فکر بتونیم استفاده کنیم.